سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت خیلی ممنون که امروز هم همراه ما هستیم در این ویدیو میخوایم در مورد خواص سیاه دانه و فواید آن با آتون صحبت کنیم پس تا آخر این ویدیو در فارسی نت همراه ما باشین در همین ابتدا میخوام از دوستانی که به تازگی همراه ما شدن خواهش کنم که لطفا ما رو سابسکرایب کنند و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب رو هم بزنن سیاهدانه گیاهی است که مردم از حدود 2000 سال پیش از آن برای ساختن دارو استفاده کردند. از نظر تاریخی سیاهدانه برای درمان کرم روده، گرفتگی بینی، دندان درد، سردرد و انگل استفاده شده است. همچنین می توانید از سیاهدانه برای درمان اسهال، یوبوسد، نفق، همروید، آنفرانزا، برونشید، سرفه، حساسیت ها، آسم، فشار خون بالا، قاعدگی، کلسترول بالا و غیره استفاده کنید. شما می توانید سیاه را به عنوان یک ادویه خوب در غذاها به کار ببرید. همراه با باشین تا در این ویدیو در این قسمت از فارسینه تمام اطلاعات موجود در مورد سیاه را بهتون بگیم. 1. از سفید شدن زود هنگام مو جلوگیری می کند. سفید شدن مو بخشی طبیعی از فرآیند پیریست و زمانی که سنتان بالا می رود اتفاق می افتد. به هر حال سفید شدن زود هنگام مو یک مشکل است و به عنوان یک مشکل مو شناخته شده است. آیا می خواهید از سفید شدن موهایتان در جوانی جلوگیری کنید؟ شما می توانید برای درمان طبیعی این مشکل از یادانه استفاده کنید. می توانید روغن سیاه دنه را با روغن زیتون ترکیب کنید تا خمیری به دست آید. سپس خمیر را بر روی پوست سرتان گذاشته و آرام ماساژ دهید و بعد با آب گرم بشویید. دو، فشار خون را کنترل می کند. امروز بنابر دلایل زیادی فشار خون بالایی که از بیماری های شایع است. سیاه دانه می تواند به طور قابل توجهی کلسترول LDL و فشار خون بالا و پرفشاری خون را کاهش دهد. سیاه دانه سرشار از فیبر، ساپونین، کربوهیدرات، پروتئین و اسیدهای آمینه است که می تواند در درمان پرفشاری خون مفید باشد. شما باید به مدت دو ماه دو بار در روز 100 الی 200 گرم آساره سیاه دانه استفاده کنید می توانید یک فنجان آب را جوشانده و چند قاشق چایخوری روغن سیاه دانه را به آن اضافه کنید. سپس آن را گرم بنوشید و می توانید دانه ها را با سیر تمدار کنید. 3. آسم را درمان می کند. آسم یک مشکل مزمن است که مجاری هوا در ریه های شما را تحت تاثیر قرار می دهد. مجاری هوا ملتعب و متبرم می شوند و باعث علامی مانند تنگی نفس، خسخس، خس، صرفه و غیره می شود. سیاه دانه ممکن است به دلیل داشتن مواد مغذی به گونه موثر و طبیعی در درمان آس به شما کمک کند. سیاه دانه از سلول های بدن محافظت کرده و می تواند از بیماری های مزمن مانند آسپ جلوگیری و به بهبودی سریع شما از بیماری کمک کند. خیلی راحت می توانید یک قاشق چایخوری سیاه دانه و یک قاشق چایخوری اصل را مخلوط کرده و بخورید. درمان آسپ یکی از رایشترین فواید سیاه دانه است و شما باید هر روز از این غذا بخورید. چهار، گلودرد درد را درمان می کند. گلو درد یک بیماری شایی است که اکثرا مردم به آن دچار می شوند مخصوصا زمانی که زمستان از راه می رسد. این مشکل از عفونت ویروسی و باکتریایی می آید و می تواند نخواستین نشانه سرماخوردگی باشد. برای درمان گلودرد باید از فواید سیاهدانه در خانه استفاده کنید. زیرا سیاه دانه می تواند با التهاب مبارزه کرده و گلودردهای ویروسی را به خوبی تسکین دهد. برای خلاص شدن از این مشکل می توانید یک قاشق چای خوری اصل آب را با یک قاشق چایخوری خوری ترکیب کرده و روزی دو بار بخورید. این درمان بسیار آسان اما برای درمان گلودرد بسیار موثر است. 5. خطر بیماری قلبی عروقی را کاهش می دهد. بیماری های قلبی عروقی شامل بیماری عروق خونی، ضربان قلب نامنظم، نقص قلب مادرزادی و غیره می شود. در واقع می توان با سبک زندگی مناسب مانند مصرف غذای سالم از بیماری قلبی جلوگیری کرده و آنها را درمان کرد. اگر می خواید از سکته، درد سینه، حمله قلبی و دیگر وضعیت های مربوط به قلب جلوگیری کنید، می توانید یک قاشق چایخوری روغن سیاه را به یک فنجان آب گرم اضافه کنید و قبل از صبحانه بنوشید. 6. ریزش مو را درمان می کند. ریزش مو می تواند در همه زنان، مردم و کودکان اتفاق بیفتد. این مشکل مو به میزان زیادی زندگیتان را تحت تاثیر قرار می دهد. زیر شما اعتماد به نفستان را از دست می دهید و همچنین ریزش مو زیبایی ظاهری را نیز کم می کند. شما می توانید به دلیل کمبود ویتامین، کمبود مواد مغذی یا وضعیت های سلامتی به ریزش مو دچار شوید. همچنین ریزش مو می تواند زمانی که سنتان بالاتر می رود اتفاق بیفتد و شما می توانید برای جلوگیری و درمان از روغن سیاهدانه استفاده کنید. فقط مقداری روغن سیاهدانه را در کف دستهایتان ریخته و بمالید و پوست سرتان را با آن ماساژ دهید. سپس مثل همیشه با آب و شامپو بشویید. هفت نیش زنبور را درمان می کند. نیش زنبور باعث جوش های بوستی، درد، تورم و در صورت درمان نامناسب باعث التحاب می شود. برحال می توانید در خانه و بدون عوارز جانبی از سیاه دانه برای درمان نیش زنبور استفاده کنید. راهش این است که آب را بجوشانید و دانه ها را به آن اضافه کنید. سپس بگذارید چند دقیقه بجوشد، آن را سرد کرده و بر نیش ها بگذارید. این کار را هر روز انجام دهید. 8. از سرطان جلوگیری می کند. انواع زیادی سرطان وجود دارد که مربوط به ریه ها، مغز، سینه، استخوان و غیره هستند. در کنار استفاده زیاد از الکل، تنباکو و آلودگی شما می توانید از غذاهایی که هر روز می خورید نیز سرطان بگیرید. شما می توانید از فواید غذاهایی که می خورید استفاده کنید و غذاهایی را هوشمندانه انتخاب کنید. یعنی غذاهایی تازه برای جلوگیری از سرطان بسیار ضروری هستند. برای کاهش احتمال سرطان ها می توانید سیاه دانه یا روغن آن را با اصل و سیر ترکیب کنید. سپس برای افزایش سلامتی خود و جلوگیری پیشرفت تومور سه بار در روز از آن استفاده کنید. نو برای پوست مفید است. راههای زیادی وجود دارد که می توانید هر روز برای مراقبت از پوستتان استفاده کنید، مانند استفاده از محصولات آرایشی یا استفاده از مواد طبیعی موجود در خانه. همچنین می توانید ورزش کنید، غذاهای سالم بخورید و هر روز مقدار کافی آب بنوشید تا پوستتان را درخشانتر کنید. با استفاده از روغن سیاه دانه پوستتان خیلی زیباتر خواهد شد و می توانید اصل را رو با روغن سیاه ترکیب کنید تا خمیری عالی ساخته شود. سپس آن را رو بر روی پوستتان بگذارید، ماساژ دهید و بگذارید 15 دقیقه بماند و بعد با آب بشویید. ده خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد. دیابت یا مرض قند گروهی از بیماری متابولیسم است که در آن انسولین به میزان کافی تولید نمی شود. بدن شما به طور مناسب به انسولین پاسخ نمیدهد و بیماران با قند خون بالا دچار تکرار ادرار می شود. این وضعیت طولانی مدت است و باعث سطح قند خون بالا می شود. دیابت به دو نوع تقسیم می شود و دیابت نوع دو خطرناکتر از نوع یک است. برای کاهش و درمان دیابت می توانید هر روز از روغن سیاه دانه با مقداری اصل خالص استفاده کنید. علاوه بر آن باید غذاهای سالم بخورید و از خوردن قند خودداری کنید. 11. اسهال را درمان می کند. اسهال وضعیتی است که حرکت روده را افزایش داده و معطور را شل می کند. این بیماری می تواند به دلیل افزایش جذب مایات ایجاد و باعث دردهای شکمی، التهاب، تب، حساسیت شکم و خون در مطبوع شود. باکتری ایکولای عامل اسهال هست و شما در زمان اسهال استفراغ و حالت تهوع نیز دارید. ایکولای در غذاها زندگی می کند و شما باید هر روز غذای تازه مصرف کنید. برای درمان این اختلال می تواند یک فنجان ماس را با یک قاشق چای خوری روغن سیاه ترکیب کرده و مقداری اصل به آن اضافه کنید. این ترکیب را روزی دو بار مصرف کنید. دوازده بینایی شما را افزایش می دهد. اگر نمیخواهید مشکل بینایی داشته باشید، باید سیاه را به وعده های غذایی روزانه اضافه کنید. به ویژه افرادی که در ادارات کار می کنند و برای مدت طولانی از کامپیوتر استفاده می کنند و همچنین افراد مسن باید از استفاده کنند می توانید یک قاشق چایخوری روغن سیاهدانه را رو یک فنجان آب هویج ترکیب کرده و هر روز بخورید 13. میگرن و سردرد را کاهش می دهد علائم میگرن استفراغ حالت تعوی و حساسیت به نور هستند. بعضی نوایی که ممکن است دچار درد شوند شقیقه ها، پیشانی و پشت گردنتان است. ممکن است در زمان میگرن سردردهای خوشه‌ای، سردردهای سینوسی و بیهسی داشته باشید و تغییری در توانایی چشایی، بویایی و لامسه تان به وجود بیاید. کاهش علائم میگرن و سردرد یکی از فواید اصلی سیاهدانه است. می توانید روغن سیاهدانه را با مقدار مساوی اصل ترکیب کرده و روزی دو بار بخورید. همچنین می توانید برای تسکین درد ترکیب را بر شقیقه ها و سوراخ های بینی بگذارید. 14. دندان درد را کاهش می دهد. دندان درد یک مشکل شایع است که در اطراف فک و دندان ها اتفاق میافتد. دندان درد معمولا به دلیل پوسیدگی دندان به وجود می آید و در موارد زیادی باعث درد می شود. مشکل شما می شدید شود و خوردن، نوشیدن و خوابیدن در این شرایط سخت است. دقت کنید که دندانهایتان را هر روز مسواک بزنید و دندانها را تمیز نگه دارید تا با این کار از پوسیدگی که عامل درد است جلوگیری کنید با جوشاندن مقداری سیاهدانه با مقداری سرکه سیب و دو بار شستشوی دهان در روز درد را به طور طبیعی تسکین دهید 15. برای تولید شیر و شیردهی خوب است پس از زایمان شما باید شیر دادن را شروع کنید و این کار را تا دو سالگی کودک انجام دهید شیر مادر بهترین منبع تغذیه برای کودکان شماست. دادن شیر مادر به کودک موثرترین راه برای تولید شیر و بهترین تغذیه است. با استفاده از سیاهدانه تولید شیر زیاد شده و مادر شیر کافی برای کودک دارد. خیلی راحت روغن سیاهدانه را رو با اصل ترکیب کرده و روزی یک قاشق چایخوری بخورید. 16. کمردرد درد را کاهش می دهد. کمر یک مشکل شایع است که بیشتر افراد در دوره ای از زندگی آن را تجربه می کنن. این وضعیت می تواند به دلیل وضعیت نامناسب مانند خم شدن نامناسب ایستادن بلند کردن یا نشستن به وجود بیاید یا می تواند توسط مشکلات شدید ایجاد شود کمر درد می در طی چند هفته و چند ماه بیشتر شود و خیلی از افراد به درد طولانی مدت دچار می شود اما بعضی از افراد نیز علائم کمر درد کوتاه مدت را دارند و نیازی به مراجعه به پزشک ندارند برای تسکین کمردرد می توانید از روغن سیاهدانه برای مالش و ماساژ دادن کمر قبل از خواب استفاده کنید یا می توانید سیاهدانه ترکیب شده با اثر را هر روز بخورید تا از فواید سیاهدانه بهره شوید. 17 بیخوابی را درمان می کند. بیخوابی یک مشکل خواب است و باعث مشکل خواب در شب می شود. بعضی از علائم بیخوابی مشکل در به خواب رفتن، بیدار ماندن طولانی مدت در شب، بیدار شدن در طول شب، بیدار شدن در صبح زود و مشکل داشتن در خواب روزانه است شما همیشه به دلیل بیخوابی خسته خواهید بود که میتواند به دلیل بیماری های سلامتی مزر مانند استرس بیماری زمینه ای، مشکلات عاطفی خستگی و غیره ایجاد شده باشد می توانید یک قاشق چایخوری روغن سیاه دانه را با اصل ترکیب کنید و ترکیب را قبل از خواب بخورید. 18. به کاهش وزن کمک می کند. چاقی می تواند باعث خیلی از مشکلات سلامتی مانند حمله قلبی، دیابت، فشار خون بالا و غیره شود. اضافه وزن نه تنها باعث مشکلات سلامتی می شود، بلکه ظاهر شما را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع روش های زیادی برای کاهش وزن وجود دارد. ورزش منظم، نوشیدن زیاد آب، خوردن غذاهای سالم و سیاهدانه انتخاب های عالی برای شما هستند. سعی کنید با خوردن یک قاشق چایخوری سیاهدانه در صبح و شب قبل از خواب چربی و کالری ها را به طور طبیعی بسوزانید. قبل از استفاده از دارو باید از درمان های خانگی برای کاهش وزن استفاده کنید و برنامه مناسبی برای کاهش وزن داشته باشید. 19. اگزما را درمان می کند. اگزما مشکلی است که باعث تحریک پذیری و التحاب می شود. اگزما باعث قرمزی، خشکی و خارش پوست می شود. این مشکل همچنین باعث التهاب می شود و معمولا در کودکان بر چانه و گونه هایشان ظاهر می شود. اگزما معمولا بر بدن، پوست سر، پاها، مچها، بازوها، گردن، مچ پا، آرنج و زانو ظاهر می شود. می توانید یک قاشق چایخوری روغن زیتون، یک قاشق چایخوری اصل و یک قاشق چایخوری روغن سیاهدانه را با هم ترکیب کنید. این ترکیب را دو روز در هفته بر پوست بگذارید. 20. درد شکم را درمان می کند. دل درد عبارتی است که به درد و گرفتگی شکم اشاره می شود. دل درد یک مشکل بزرگ است که زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهد. زیرا باعث درد و ناراحتی می شود. دل درد یا سوء هاضمه علائمی مانند حالت تهوع، نفق و آروغ زدن دارد و با باعث سوزش و التهاب می شود که می تواند اختلال در هضم ایجاد کند. علائم دیگر دل درد حالت تهوع، آروغ زدن، استفراغ مدفوع سیاه، بیشته هایی، درد قفسه سینه، تعریق، تنگی نفس، زردی و غیره هستند. اگر زیادی غذا بخورید یا سری غذا بخورید، ممکن است فورا دلدرد بگیرید. برای تسکین دلدرد، می توانید یک قاشق چای خوری اصل و یک قاشق چای خوری سیاه دانه را مخلوط کرده و بخورید. همچنین می توانید مقداری سیاه دانه را با مقداری چای نعنا فلفلی ترکیب کرده و ترکیب را گرم و جرعه جرعه بنوشید. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه خیلی ممنونم که امروزم در فارسینت همراه ما بودید لطفا با نظرها و کامنتاتون به ما انرژی بدین و از ما حمایت کنید تا ویدیوهای بعدی ما در کانال فارسینت شب و روزتون خوش